سلام، مهمانی که این هفته روی صندلی برنامه بدون تعارف نشست، خودش سالها پیش اجرای صندلی داغ رو بر عهده داشت. هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون که فروردین 97 70 ساله میشه. حرکت نمادین و اعتراض‌آمیز او به اکران آخرین فیلمش بازتاب گسترده این روزها در فضای مجازی داشت. گفتم جن میگیرم من. مالو شماهاییست که دارید با زندگی مردم بازی. خب من میخوام کاپشنو در بیارم به سبک خودتون و یه گفتگوی داغ داشته باشیم. چطوره؟ بریم، خوبه. خیلی دوست دارم ببینم شما که صندلی داغ اجرا میکردید نظرتون چیه در مورد برنامه بدون؟ برنامه خوبیه، چند تایی رو که دیدم خیلی هم خوشم اومد. یه خورده راحت گفتگو میکنید و راحت هم حرفا رو به گوش میرسونید. خب این حرکتی که انجام دادید و خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت در فضای مجازی رو توضیح بدین، چرا به این مرحله رسیدید؟ من یک سال و نیم پیش به ارشاد اعلام کردم پروانه ساخت دارم، پروانه نمایش دارم، به من اکرانمو دادن. طبق قواعد و قوانین پارسال قرار بود شب عید بزنم. گفت فیلم به دلیل ارزشی بودنش حیفه، این عید کمدی میاد و از این بازی ها بعد از عید. اما همه اونها که مسئول شورای صنفی هستن متاسفانه کاری کردن این اندازه رو اینقدر کش دادن تا رسید به چهارم، به من اعلام کردن چهارم بهمن قبل از جشنواره که بیان فیلم رو اکران کن. ما اعتراض کردیم که آقا ما فیلم تبلیغات میخواد، آگاهی رسوندن به مردم میخواد، بدونن چیه. مگر میشه یک فیلم با 2,300,400,000,000 همینجوری بره رو اکران؟ یکی از تهیه کننده ها این دفعه گفته بود که مثلا تو این چند بهترین سینمای کشورم 6 تا صندلی بیشتر پر نشده. ایشون البته توی شیرینی فروشی کار میکنن گاهی. اینا رو فیلم گرفت، عکس گرفت، در گیشه رو بستن سانسمن. شیشتا که خیلی خوب، اگه یکی هم میرفت خیلی زیاد بود. از خود 18 هم مدارکش هم هست. فیلم رو اکران کردن، نابود کردن تا امروز. سانسا رو عوض کردن، یه سانس ساعت ده. یعنی این مدیریت نابخرت، مدیریتی که به عمد انجام شده. خب به یه جایی رسید که دیگه طاقت هم طاقت. به دلیل سالگرد انقلاب، به دلیل جشنواره گفتم سکوت کنم که این معاندین خارج از کشور، این شبکه های خارج از کشور سوء استفاده از این اعتراضات من میکنن. یک بانیم بهشون گفتم اگر چنین سنفی با این نیت با این روش خودخواهانه اجرا کنه در اینجا رو گل میره و کردم. اینا فکر میکنم من تو احساسات این کار میزنم. من میخوام این کار رو بکنم. من میخوام تو دادسرای فرهنگی برم و اونجا جواب همه حرفا، همه جفاهایی که به این سینما کردن کردم بدم. ببینیم کی حقوقش میبره. من تاوان همه چی رو میدم. مجرای قانونی نداشتن این نجفی که از اون طریق اقدام کنین؟ مثلا شما باید بگین که اهل سینمایی؟ اگر بود که میکردم. مطمئن باشی من قبل از اینکه کاری بکنم راه ها رو میرم، حرفامو آروم میزنم، شکایتم رو لفظی میگم. فکر میکنی من تنها اتلاف؟ خیلی رفتن اونجا داد زدن، خیلی ها بیچاره شدن، خیلی ها سرمایه شون از دست دادن. هیچ کس نمیتونه به اینها دستور بده. اگرم بدن به عنوان اینکه کمک کنید. اینها جلوی همه وایسادن. الان فیلم شما از اکران اومده پایین؟ الان سوخته، یعنی الان دیگه رمقی براش نمونده که بخواد بمونه یا بره. از ظاهرم تو شده یه کشتی خدافزی براش بذارید که بره. حالا من میخوام بمونم. ای ایرانی هم نه چیزی داریم که ببازیم، نه چیزی داریم که ببریم. من میخوام جز خدا زیر دهن کسی باشم. فیلم ارزشیست، به این افتخار میکنم. بیارن بذارن اسفند، بعد فیلم تریاکی ها، تریاک فروش ها، روابط آنچنانی بهترین اکران بگیره.
این ظلمه. اگر با ظلم قرار نیست در بیفتیم، خب نسازیم. شما یک پروسه طولانی از پیش تولید دارید تا برسید به یک فیلم حاضر، بعد اینجوری نابودش کنن در عرض 3 ماه. این اگر مافیا نیست چیه؟ این مافیا خیلی لفظ بزرگیه، پس چرا هیچ کس نمیاد اعلام کنه آقا این مافیا اینجاست؟ شما مافیا لفظ بزرگ رو برای ایتالیا میبینید، اندازه ما همینه، مافیا ما هم همینقدره. البته شکل و شمایل اونا رو هم ندارن، آدم های ترسوی هستن. من به نظرم هر کس پشت سلاح قایم میشه، هر کس که پشت قلم و خیانت قایم میشه مافیاست، منتها اندازه هاشون فرق میکنه. البته ما احتمالا نمیتونیم پخش کنیم، ولی میشه برای ثبت در تاریخ شما اسم این مافیا رو بگین، چون به حال اونا هم یه حقوقی دارن، شاید بخوان دفاع کنن. تو همین برنامه جواب بدن. خب چرا نمیشه شما میشه اسمشون رو بگین؟ بله بگین. آقای به خدا اینقدر از دست اینها حالم بده، اسمشون میاد ناراحت میشه. کار به جای رسیده، فیلم نامه ها میره دفاتر آقایون، اونها باید تصمیم بگیرن که چه فیلمی ساخته شه. اگر اونجوری که میخوان ساخته شه، بعد اجازه پخش میدن. این قدرت ها از کجا گرفتن؟ ثروت، روابط، الیت. متولی فرهنگی ما نداریم جلو اینا رو بگیره؟ این چیزیست که من دارم مبارزه میکنم. منتها متاسفانه در عرض 6 سال 5 سال شما 3 متولی داشتید، متولیانی که خودشون هم هنوز نمیدونستن میمونن یا نمیمونن. استاد الان نگران قلبتونم، خیلی داریم با حرارت صحبت. من یه چیزی بهت بگم، بد نیست خورده تو آرامش پیدا کن. نگران نباشی، اونی که جون به من داده هر وقت خواست میگیره تسلیمشم هست. آقای نجفی، بعضی از مخالفین این کاری که شما کرده بودین گفتن آقای نجفی قبلا خیلی محبوب و نورچشمی بعضی از مسئولین در دولت‌های قبل بودن، چرا اون موقع اعتراض نمی‌کردن الان صداشون بلند شده؟ اولا شورای صنفی نبود. شما توی شورای عالی که میشینید در حضور یک رئیس جمهور ضبط میشه، نوارا رو بیارن بیرون. از من خواهش کردن، ایشون ریاست جمهوره، رئیس دولته، آقای نجفی اینقدر داد سر زدی. گفتم استعفای من تو جیبه ایشونه، کسی دیگر رو بسنید. من برای کار صنفی داد میزنم، چون وقتی گوش شنوا نمیبینم داد میزنم، وقتی که من راجع به اکران حرف میزنم اینا راجع به سیاست حرف میزنم. همینجا خط مرز ماها روشن میشه. تو بهترین رفیق دنیا هستی. الان توی سینما دوست صمیمیتون کیه؟ که هواتونو داشته باشه. کریم زادکبر، آرش داوودی، یکی دو تای دیگه. پس کمن این همه با این همه سابقه دوست صمیمی با معرفت ندارین تو سینما؟ نگرفتی چی گفتم؟ گفتم متاسفم تو سابقه فرهنگی که قرار بوده فرهنگی باشیم و نیست. وضعیت سینمای فعلی ایران رو چطور میبینید؟ از لحاظ محتوایی خوب نیست، همه چرک، همه تاریک. حداقل برای این مردمی که پول بلیط میدن و تو رو سر پا گذاشتن احترام قائل شد. اگر اشتباه نکنم سال 1368 اولین فیلمتون بود دندان ما، درسته؟ بله، ولی من بازی خیلی بده، نمیدونستم میونه این همه بخور بخور و کار کمت نی؟ میخوای کلات بذار بالاتر؟ بیشتر نقشای منفی رو بازی کردی؟ نه نه، هتل کارتون منفیه، پناهنده اوج منفیگری یه سینماگر. خدا بیا مرز ملا قاری پول کن نجفی، بیا تمام خبائستو در نظر بگیر،
و اینقدر خوبیات در نظر، من اینه میخوام درت بدم. آها خوبم نشون داده بودی. همین هم پوشید مال چند ساله. زاپاتا که نمیمیره. وقتی اصله رو طرفم گرفتی خوشحال شدم. خلاصه بچه یه مرد شد، دلگنده شد. اهل خرمشهر هستی؟ دلم نمیاد از دفاع مقدس نپرسم. سینما دینش رو به بچه های دفاع مقدس ادا کرده برم؟ آبدا باید به جایی برسه آتمیکی ها بعد از این همه سال از موی سیاه به سفید گراییده بیاد چنین اعتراضی بکنه. چرا اینقدر قطب بندی کردید؟ کارگردان محبوبتون که آقای ندفی. والا من چه بخوام چه نخوام، هنوز کیمیایی رو دوست دارم. کیمیایی رو دوست دارم. هنوز کیمیایی رو از نسل جدید چی؟ یکی دوتا جوون اومدن فیلمسازهای خوبی هم. الان جونه تو یه خورده حضور ذهن ندارم، ولی من به نظرم میاد آخرین روزهای زمستان مهدویان یک پدیده است. گفتن تو خونه شما به سه زبان صحبت میکنن، انگلیسی، روسی و فارسی. ما اینترنشنالیم. خوبه رابطه با بچه ها؟ خدا را شکر میکنم سرمایه‌ای به من داده که شاید جاهایی که از من میگیره همه این گرفته ها رو این سرمایه جبران میکنه. من عاشق خانوادم. بعد خانمتون اهل اوکراینن، تونستن فرهنگشون رو با فرهنگ ایرانی تطبیق بدن؟ تازگی هم مطلق فارسی هم به من اگه قابل پخشه بگین مطلقی. به این دوربین بی‌تعارف‌ترین جملتون رو بگید. آقایون تا روزی که هستم و چند نفر دیگه که هم فکرن، جلوی این کارهای شما رو، این تغییر ذائقه شما رو، این روش منافقانه شما رو خواهم گرفت. یه کمی مهربون‌تر هم میشه یه جمله بی‌تعارف بگید؟ به کسانی که فیلم خوب می‌سازن تبریک میگم، درود می‌فرستم. باز هم فیلم‌های خوب بسازید، فیلم‌های بسازید مردم ما میرن لذت ببرن، چیزی یاد بگیرن. دست همتون بگیرن. بنده باشین. دستتون درد نکنه استاد، خیلی محبت کردید. موفق باشین. هر کدوم از این آقایان بخوان جواب بدن با کمال من پاسخ بخوام. خیلی لطف کردید.